محصلان عزیز، عرض سلام مجدد. ادامه بحث اسکویل کلزه ها هستن. در جلسات قبل در مورد هر یک از آنها بحث کردیم. یکی گروپ بای کلز هستن، یکی هم هفن کلز است و دیگرشان آردرد بای کلز است و دیگرشان رول اپ و کیوب اپ کلز ها هستن. و همچنان ویر هم یکی از کلز های خیلی کاربردی هست و همچنان فرام هم کلز هستن. اینا کارش است کلزه ها که بر اساس یک شرط دیتا را از داخل تیبل سورت میکنن و شرایطی که ما تعریف میکنیم در کویری ها بر اساس شرایط بر ما نشان میدن. و همچنان اینا خیلی کاربردی هستن. وقتی ما کلزه ها را از بدنه کویری ها هست بسازیم، کویری ها به تنهایی هیچ کاری انجام داده نمیتونن. و چیز دیگری که خیلی مهم است که شما باید به او تمرکز کنید نیست که وقتی کلزه ها رو تعریف میکنیم، هرچه دیتایی که از اونجا انتخاب میشه اونا به شکل مجازی یا به شکل منطقی هستن. هیچگاهی در ساختار اصلی جدول، در ساختار اصلی رکوردهایی که ذخیره شدن، در اونا تغییرات نمیان. و فرمولای دیگری ما به شما در اینجا صحبت کنیم است که هرگاه شما از سلکت استفاده میکنین عملیات انجام میدین، به این معناست که بالای رپورت شما تغییرات میارین. عملیات بالای رپورت در حقیقت انجام میدین که به شکل منطقی عملیات انجام میشه و بر ما نشان داده میشه. اما در اصل ریکارد، در اصل جدول هیچ تغییرات نمیدین. چنانچه در جلسات قبل هم در بخشای آپریتورها بر شما کار کردم، اونجا وقت مجموعه میکردم یا در بخش فنکشن ها یا کدام عملی دیگری که انجام میدادم، اوریج اینا را هیچگاهی در اصل تیبل تغییرات نمی آمدن. مجموعه میکردن برای ما نشان میدادن یک ستونی مجموعه و یا برای ما مثلا اوریج نشان میدادن، اما در اصل تیبل هیچ تغییرات را ما نمیدیدیم. پس اینا در رپورت میم. بعد برای که بحث خود ادامه میدم، میم در محیط CMD، یعنی وارد شیم در RDBMS. و قابل دوریست که شما بیشتر در بخش تیوریشون دقت کنین که به شکل درست بفهمین و نوشتن کویری ها بسیار کار آسان هستن، چون اینا در با استفاده از قابلیت های اسکویل نوشته میشه و قابلیت های اسکویل یاد گرفتنش خیلی کار آسان است. اما چیزی که بسیار مهم است تشخیص کانسپت هستن که ما باید بفهمیم که چه بنویسیم و چگونه باید بنویسیم. بعد برای که وارد شویم در اینجا نوشته میکنیم SQL Plus و در اینجا نوشته میکنیم که SysDBA که ما را از این داخل CMD میتونیم که به SQL Plus وصل شویم و از طریق SQL Plus وارد دیتابیس شویم. در اینجا ببینیم که Connect و همچنان Oracle دیتابیس 12 اما پیام هایی که قبلا میدیدیم در اینجا اونا را داریم. پیش از اینکه کار خود آغاز کنیم، گروپ بای کلز و هفینگ کلز اینا رو داشته باشیم، دو تا تیبل ما نیاز داریم. یک تیبل به نام دیپت و دیگه تیبل به نام MP. و این دو تا تیبل وقتی که شما RDBMS اوریکل در کمپیوتر خود نصب میکنین یا سافتویر دیتابیس اوریکل نصب میکنین، این دو تا تیبل به شکل دفالت برایشون میاین. مثلا ما یکی از تیبل ها رو ببینیم، دیسک MP ای از قبل وجود دارن. تمام ساختارش در اینجا هست، MP نمی که ستون ها هست، نمی که ستون ها هست، جاب یک ستون ها هست، MGR که ستون ها هست، هایر دیت و همچنان سال، سال که سالاری هستن، در اینجا کام و همچنان دیپ نمبر. ببینیم که اینا تعداد از ستون های جدول MP هستن. در اینجا که شرطش ناچنل باشه باید MP نمبر و دیگرهایشان هیچ مشکل ندارن. اینا نمبر هستن، سایزشان 4، اینا ور 4 هستن، سایزشان 10، اینا ور 4 هستن، سایزشان 9. ببینیم که اینا هم نمبر هستن، سایزشان 4 و اینا هر دیت. ببینیم که سایزشان دیت هستن، به مو فرمولا یا به مو ساختار استاندارد اوریکل دیت نشان میدن که روز است و ماه است و سال است. و بعد اینا هم بعدشان نمبر هستن که 7 و 2 داریم که پرسیشن ها رو خوانده بودیم که رقم صحیحش 7 است و رقم اشارش تا 2 رقم است که میتونه درست 7 5 کم کنیم 5 میمونه تا 5 رقم صحیح را در اینجا تعریف کنیم.
اینا هم نمبر رو همچنان به شکل اشاری هستن و اینا هم نمبر هست که به شکل کامل نشون میدن. یک سوال است که بین این نمبری که در اینجا تعریف کردیم با این نمبری که اینجا تعریف کردیم چه تفاوت وجود دارن؟ هر دویشون نمبر هست، اینا اعداد تام رو نشون میدن، برای اعداد تام هستن و اینا برای اعداد اشاری هستن. وقتی شما نشون میدین 7 و 2 به این معنی است که یک عدد اشار رو در اینجا ذخیره میکنیم که رقم صحیحش با پی پرسایشنش 7 باشه و سی اسش یا اسکلش 2 باشه. یعنی 2 از 7 کم کنیم 5 تا 5 رقم ارقام صحیح را قبل از علامت اشار ذخیره میکنه و 2 رقم بعد از اشار. این جدول امپلای هستن و هرگاه شما را وقتی که کامپیوتر خود نرم افزار اوریکل نصب میکنین این جدول هم امرش موجود است و یا اگر موجود نبود میتونید که اینا را به می ساختاری که من در اینجا نمایش دادم برای شما خودتان ایجاد کنین و این کار خیلی آسان میسازه. خیلی از عملیاتی که در محیط اوریکل کار میشه کویری ها بالای اینمی جدول قابل تطبیق هستند. و همچنین یک جدول دیگری داریم به نام دیپت که مشخصا به نام دپارتمنت هستن و اینا رو هم میبینیم که 3 تا ستون دارن، 3 تا کالم دارن. کالم اولش دیپ نمبر است و در اینجا هم میبینیم که کالم دیپ نمبر را داریم. ببینیم که در اینجا به این معنی است که ریلیشنشپ هم وجود دارن و اینا هم نوتنل تعریف شدن و اینا هم دیتا تایپش نمبر هستن و اینا هم سایزش 2 است. اینا هم 2 هست نمبر است و اینا هم 2 هستن. بعدش دی نیم دپارتمنت نیم هست که باورچار مشخص داشت، سایزشون 14 هستن و بعدشون لاک که مشخصا لوکیشن هستن و اینا هم ورچار 13 تعریف شدن. دو تا تیبل با هم دیگر ارتباط دارن، ریلیشنشیپ منطقی دارن، همه چیزا در اینجا مشخص شدن و خیلی از عملیات بالای از اینا انجام میشن. بعد ببینیم در اینجا میبینیم که select star from mp داخل کدام معلومات ذخیره هستن. به این شکل برای ما معلوماتی که ذخیره هستن نشان میتن، اما یک مشکلی که ما داریم سایز از اینا کمی نامنظم هستن. اینجا باز میشه که set line size رو به این شکل مشخص کنیم، مساوی میشه به 100. یک کویری رو برای شما تعریف کنم 100 لاین سایزش 100 باشه به این اندازه و میشه که بعضی از کویری های دیگر هم برای تعریف کنیم تا این رو بتونیم مرتب و منظم تر نشان بدیم. و همچنان دیگر بخشی که در اینجا داریم select star from dept یا تیبل دیگری که در اینجا مشخصا داخلش معلومات ذخیره شدن dept است و این داره هم میبینیم که دپارتمنت نمبر داریم، دینم داریم و لوکیشن داریم که اینا هر کدامش یک دپارتمنت اکاونتینگ است، دیگرشون ریسرچ است، دیگرشون سلز است و دیگرشون اپریشنز هستن و اینا نمبر دارن آیدی 10، نمبر 10 و 20 و 30 و 40. اینا لوکیشن هایش یکشون نیویورک است، یکشون دالاس است، یکشون شیکاگو هست و دیگرشون هم باستون است. اینا شهرهای آمریکا هستن چون خود کمپانی اوریکل هم موقعیتش در آمریکا هست و این تبلا توسط متخصصین اوریکل آماده شده برای کسایی که میخواین در محیط اوریکل کار کنه. اینا به شکل تبلای سمپل هستن. بعد میم به اصل کار خود دو تا تبلی که وقتی شما داشتین باز میتونیم که از کلاس ها استفاده کنیم. اولین کلاسی که صحبت کردیم هافینگ کلاس هستن. اینجا میم داشته میکنیم سلیکت و اولین کویری یا اولین بخشی که از اینجا شروع میشه از سلیکت هستن و سلیکت کارش است که گزارش میگره، رپورت میگرن از داخل جدول و عملیات بالایشان انجام میدن. اینجا نشون میدن دیپ نم. دیپ نم یکی از ستونهای جدول MP هستن. اینجا بیاییم ببینیم که جدول MP که انتخاب کرده بودیم یکی از ستونهایشان دیپ نم هستن. بازم میم دوباره نوشته میکنیم که دسک MP برای که بهتر فهمیده شون دیپ نم اینا هستن. بولیم که بر اساس دیپ نمبر میخواییم که معلومات انتخاب کنیم. در اینجا نشون میکنیم select دیپ نم. وقتی که اینا رو انتخاب میکنیم بعد در اینجا میم کامه یک count که یکی از اگریگیت فنکشن ها یا گروه فنکشن ها هستن. وظیفهش هستن که count star تمام روها و کالم ها رو مجموع میکنن، یعنی all هستن در اینجا. بعد فرام تیبلی که موجود هست تیبل MP هستن و شما اگر در کمپیوترتون تیبل های دیگری ایجاد کرده بودن میتونین از اونها انتخاب کنین. ببینین که نام تیبل MP هستن، یکی از کالم های تیبل MP به نام دیپ نمبر هستن. ما میخواییم که گروپ بای کلاس با اینا استفاده کنیم، فرام بای فرام MP. بعد در جمعیم از کلاس استفاده میکنیم، کلاس گروپ بای که برای ما میخواییم که مجموعه کارمندار رو بر اساس دیپ نمبر نشان بدن، گروپ بای. بعد در جا دوباره میم نشان میکنیم که دیپ نم. دیپ نم به این معنی است که اینمی
کالمی که به نام دیپ نمبر است، اینا را مجمع کنن و تعداد کارمنده را بر اساس دیپ نمبر بر ما نشان بدن. وقتی انتر میزنیم نتیجه در اینجا میبینیم که دیپ نمبر دقیقا ستونی هست که داخل جدول در اینجا وجود دارن و در اینجا هم ما را انتخاب کردیم. و کاونت استار کارش هستن که تعداد کارمنده را بر ما مشخص میکنه. فرام یک گروپ بای که بر اساس دیپ نمبر مشخص کردن که در هر دپارتمنت چند نفر کار میکنن. در دپارتمنت سی 6 نفر کارمند است، در دپارتمنت 25 نفر کارمند است و در دپارتمنت 10 3 نفر کارمند است. بنا که بر اساس دیپ نمبر مشخص کردیم و همچنان کارمندایی که در اینجا وجود دارن اونا رو برای ما نشان میدن. و همچنان میتونیم که بر اساس جاب یا بر اساس شغل از اینا میتونیم مشخص کنیم که در هر وظیفه یا شغل چند نفر کار میکنن. مثلا در یک اداره ما داریم بخش منیجمنت است، یک بخش دیگری بخش کلیننگ است، بخش های مختلف در یک اداره وجود دارن، شغل های مختلف هستن. پس چندین نفر در یک بست کار میکنن، مثلا در بست منیجر چندین نفر هستن، در بخش کلر چندین نفر هستن. حالا میخواییم که تعداد افراد کار میکنن بر اساس جاب یا شغلشان اونا را در اینجا نشان بدیم. قبلا بر اساس دپارتمنت آیدی نشان دادیم یا دیپ نمبر، و حالا میخواییم بر اساس شغل یا جابش نشان بدیم. بازم چی کار میکنیم؟ دقیقا بین کویری را با سلیکت آغاز کنین و پیشتر دیپ نمبر داشتیم، ابر می عنوان ستون تغییر میدیم به نام جاب. و شرط هستن که به ستون جاب در داخل تیبل ام پی وجود دارن داشته باشه. اینجا ببینیم که جاب وجود دارن و میتونیم بر اساس بخش های دیگری هم بتونیم اونا را انتخاب کنیم، بر اساس سال، بر اساس جاب، همچنین بر اساس دیپ نمبر. یه بار میخوایم بر اساس شغل انتخاب کنیم، بعد میایم در اینجا کاما میگذاریم. وقتی کاما میگذاریم دقیقا مثل قبل میایم میخوایم که مجموعه کارمندایی که در یک شغل وظیفه انجام میدن، مانند شغل منیجر یا مانند شغل سلزمن یا سلز یا شغل دیگری به نام کلرک داشتیم، اونا را برای ما محاسبه کنه تعدادشانه. کاونت استار به خاطر عظمی هستن و خود کاونت استار یک گروه فنکشن هستن که مجموعه ستون ها و کالم ها را برای ما میبینن یا جستجو میکنن. بعد از کدام تیبل است؟ تیبل ام پی که دقیقا همین ستون در اونجا وجود دارن. بعد چیکار کنیم در اینجا؟ وقتی که به این شکل انتخاب میکنیم، وقتی انتر میزنیم، میبینیم که not a single group functions. دقیقا وقتی که ما count رو استفاده میکنیم این گروپ فنکشن هستن. بعدی بدون گروپ بای باز استفاده نمیشه. بعد چیکار میکنیم در اینجا؟ میایم از کلاس استفاده میکنیم به نام گروپ بای و بعد مشخص میکنیم که کدام ستون برای ما در اینجا انتخاب کنه. select job count star from mp group by job. اگر انتر میزنیم میبینیم که ای بار بر اساس جاب یا بر اساس شغل تعداد را برای ما نشان میدن. یک شغل است به نام کلرک، تعدادشان 4 نفر در شغل کار میکنن، دیگرشان سلزمن است 4 نفر کار میکنن، دیگرشان پرزیدنت است که به سطح ریاستی اما اداره هست 1 نفر هستن، منیجر 3 نفر هستن و انالیست 2 نفر هستن. ببینیم که ای بار تانستیم که بر اساس شغل تعداد کارمندای جدول امپلای را در اینجا نمایش بدیم. و بعد اگر خواسته باشیم بر اساس ام پی نمبر اینا رو نشان بدیم، ام پی نمبر هم آیدی از اینا هستن. اگر اینا رو بگیریم ببینیم که چه نشان میده برای ما، نوشتیم که select mp num به این شکل یک ستون ها رو انتخاب میکنیم و بعد میبینیم که count star انتخاب میکنیم از تیبل mp باشه from mp و بعد group by MP، امو عنوانی که در اونجا انتخاب کردیم در نخست و عنوان در اینجا در اخیر هم میاریم. وقتی که انتر میزنیم میبینیم که بر اساس MP نمبر هم برای ما نشان میدن. MP نمبر در اینجا از این نمرات شروع شدن، 7369 یک نفر هستن در ایران، 7499 یک نفر هستن، 7521 یک نفر هستن. اما تو به ترتیب میبینیم که تعداد کارمندان بر اساس امو آیدی نمبرشان یا بر اساس سیریال نمبرشان هم ما تانستیم انتخاب کنیم. این مشخصات و کاربرد گروپ بای فنکشن هستن که در نخست باید ما یک تیبل داشته باشیم و همچنان به روش های مختلف میتونیم اینا رو استفاده کنیم. و کارشان گروپ بای فنکشن هستن که همیشه گروپ بای کلاس و همچنان کار گروپ بای کلاس هستن که با یکی از گروپ فنکشن ها ما باید اینا رو داشته باشیم، یا سم داشته باشیم یا کاونت داشته باشیم
یا همچنان میتونیم که از مکز هم استفاده کنیم، من هم استفاده کنیم، چون گروپ بای کلاس معمول هست که باید با گروپ فنکشن ها این را استفاده بکنیم. و بعد ساختارش همیشه با سلیکت استفاده میکنیم، بعد از یک نام یک ستون انتخاب میکنیم در جدول و بعد یکی از گروپ فنکشن ها رو باید حتما داشته باشیم و بعد از گروپ فنکشن ها نام تیبل انتخاب میکنیم و بعد گروپ بای کلاس نوشته میشه و همچنان نام ستونی که قبلا تعریف کردیم اونا را انتخاب میکنیم. میبینیم که با اون ساختاری که ما تعریف کردیم همه را برای ما در اینجا مکمل نشان میتن و اینا را بیشتر تمرین کنیم. در صورتی که شما این ستون ها را در جدول خود نداشته باشین، میتونید ستون های دیگر که مطابق جدولی که در کامپیوتر خود دارین مطابق از اونها انتخاب کنین. از توجهتان تشکر.